مذاکرات دوحه بین آمریکا و طالبان برای 2 روز متوقف مانده تا شنبه از سر گرفته شود. دو طرف چه می‌خواهند و بعد از سالها دشمنی گفتگو را از کجا آغاز کردند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2 آخر هفته. دو دهه جنگ، لشکرکشی، هزاران کشته، صدها هزار بیخانمان. طالبان سر حرفش مانده که حکومت را در کابل به رسمیت نمی‌شناسد. آنها میگویند در این مذاکرات با طرف آمریکایی سر زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی صحبت می‌کنند. هیئت طالبان که به این مذاکرات رفته بعضی از مهمترین چهره‌هایش را در خود دارد. آنها در پایان مذاکرات دیروز گفتند مذاکرات مفصل و مفید بوده. و از المن خلیلزاد، مذاکره کننده ارشد آمریکایی، هم امروز توییتی کرده که مذاکرات را مفید خوانده. دو طرف از این مذاکرات چه می‌خواهند و چقدر ممکن است این دور از مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد؟ قبل از بحث با مهمانان برنامه و تحلیل بیشتر، صحبتی داریم با همکارم جمال الدین موسوی که در دوحه این مذاکرات را از نزدیک دنبال کرده. جمال، اگه ممکنه تو اول به ما بگو که دلیل این 2 روز وقفه‌ای که در مذاکرات افتاد چی هست؟ روشن شده؟ به محض اینکه اعلام شد 2 روز مذاکرات به تاخیر میفته، سوالات زیادی مطرح شد، به خاطر اینکه قبلا وقتی طالبان میگفتند که باید مذاکرات رو متوقف بکنیم، میگفتند که ما میریم با رهبران خودمون مشورت میکنیم. ولی وقتی که معاون رهبری اونها و همینطور تعدادی از چهرهای بسیار شناخته شده و پرنفوذ اونها اینجا هستند، چرا باید مذاکرات متوقف میشد؟ به همین دلیل بود که بعضیا موضوع تنش‌هایی که بین هند و پاکستان هست رو مطرح کردن، بعضیا حرف از اختلاف نظر زدن. ولی در 2-3 روز اخیر مذاکرات بر سر جزئیات ادامه داشته. هم طالبان و هم طرف آمریکایی گفتن که این جزئیات باید بیشتر مورد بررسی و تمرکز دو طرف قرار بگیره، به این معنا که هم هیئت آمریکایی باید بشینه درباره اون کمی بیشتر فکر بکنه، کمی بیشتر اون رو بررسی بکنه، و همینطور هیئت طالبان. حرف از ده ها صفحه کاغذ هست که به صورت پیشنویس بین دو طرف تنظیم شده. مشخصا یکی از مهمترین مسائل بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم بیشتر از بقیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته. در هر صورت فعلا هم منابع آمریکایی و هم منابع طالبان میگن که با توافق طرفین 2 روز مذاکرات متوقف شده، بلکه اونها بتونند در بین خودشون موضوعات رو بحث بکنن. ضمن این که هر روز مذاکرات 14 ساعت، 12 ساعت، گاهی وقتا 15 ساعت طول میکشیده، و منبعی از هیئت آمریکایی هم گفت که طرفین گفتند شاید بد نباشه که کمی هم استراحت بکنن. جمال، در مورد چهره های شاخص طالبان صحبت کردی که در این گفتگوها هستن، کمی بیشتر در مورد اونها به ما بگو. اونها کیا هستن و چطور به این نشست اصلا آمدند؟ میدونیم که عالی ترین فرد در رده طالبان بعد از رهبری ملا عبدالغنی برادر، دربارش خیلی صحبت شده، من نمیخوام اونها رو تکرار بکنم، ولی افراد دیگری هم هستن. مثلا بی بی سی دیشب با ملا خیرخواه صحبت کرد. او یکی از عالی ترین مقام های طالبان در زمان حکومت طالبان بود، والی یکی دو تا ولایت بود و همینطور وزیر داخله بود، و وقتی که دولت طالبان سقوط کرد، یکی از افرادی بود که گرفتار شد توسط آمریکایی‌ها، به گوانتانامو منتقل شد، سالها در گوانتانامو زندانی بود و بعد معاوضه صورت گرفت. او و 4 تا از اعضای عالی رتبه طالبان در بدل یک سرباز آمریکایی به نام بو برگدال معاوضه شدند. او اتفاقا فردی است که گفته میشه مذاکرات پشت پرده‌ای رو بین طالبان و ایران هم مدیریت کرده و رابطه پرتنش طالبان با ایران رو هم او مدیریت کرده، و بنابراین الان بسیار در مورد او هم صحبت میشه. گویا یکی از کسانی است که اختیارات زیادی هم داره و او هم خیلی نزدیک است به حلقه اصلی رهبری طالبان، یا شخص ملا هبت الله رهبر طالبان. خیلی عکس و فیلمی از جلساتشون منتشر نشده، اما عکس هایی که داریم میبینیم که هیئت آمریکایی یک طرف هست، هیئت طالبان طرف دیگه، و
قطری ها در میانه میز نشستن. نقش قطری ها چیه؟ جالبه که یک نوع فرهنگ رسانه‌ای عجیب بر قطر حاکمه. اینا مثلا الجزیره رو دارن، سعی میکنن که در معرض رسانه ها باشند از یک جهت، ولی وقتی داخل کشور شما میایید میبینید که محدودیت ها بسیار زیاده. مثلا روبروی من ساختمان وزارت خارجه است. وزارت خارجه بسیار در این زمینه نقش داشته، ما با مقام های متعددی از اونها در تماس بودیم، ولی همین الان نمیتونستیم وزارت خارجه رو در پشت سر خودمون داشته باشیم به دلیل همین محدودیت ها. قطری ها بسیار فعال بودن، اینها سعی کردن که خیلی میانجیگری بکنن، با دو طرف خیلی صحبت کردن، جاهایی هم سعی کردن فشار وارد بکنن. در مواردی از اطلاعات که با ما درس کرده تنش گزارش شد، البته ما نمیتونیم همه اینها رو تایید بکنیم، ولی خیلی به این دلیل نمیخواستند گویا در معرض رسانه ها موضوع رو قرار بدن که تجربه گفتگوهای موسکو تجربه بوده که خیلی ها از اون انتقاد کردن. در گفتگوهای موسکو طالبان تونستند فضا رو در دست بگیرن، به گونه خودشون رو نمایش دادن که گویا اونها هستن که موضع خودشون رو بر بقیه دیکته میکنن، و همینطور به دلیل توجه زیاد رسانه‌ها به هیئت طالبان اونها در حقیقت تونستند تمام فضای رسانه‌ای رو از جهات زیادی به نفع خودشون تمام بکنن. قطری‌ها میگن که ما نمیخوایم حاشیه سازی بشه، ما میخوایم بر روی مواردی که باید بر سر اونها توافق بشه و دو طرف بر سر اونها قبلش بحث بکنن تمرکز بشه تا جنجال‌های رسانه‌ای. بنابراین وقتی میرفتید به محل مذاکرات تدابیر امنیتی شدید بود، خیلی سخت بود. اولین رسانه‌ای که محل مذاکرات رو پیدا کرد بی بی سی فارسی بود. منابعی در بی بی سی فارسی گفت که ما میتونیم اونجا بریم ولی بدون اینکه دوربین‌های خبری خودمون رو ببریم. به معنی اینکه ما تونستیم تصاویری از اونجا بگیریم، بعد از اون رسانه‌ها تونستن به اونجا راه پیدا بکنن و در حقیقت حدس بزنن که کجا هست، ولی تا مدت‌ها حتی ما نمیتونستیم نام محل مذاکرات رو به دلیل تاکیدش از حد قطری‌ها، منابع طالبان و همینطور آمریکایی‌ها بگیم. جالب هست که به هر حال قطر نامش مطرح بوده در مذاکرات با طالبان، اما نروژ چه میکنه؟ قرار هست که نروژ در واقع تهیه متون نقش داشته باشه. روشن هست چه نقشی؟ فرناز، وقتی شما به هیئت طالبان نگاه میکنید و بعدم به هیئت آمریکایی نگاه میکنید و هیئت آمریکایی میگه که باید ترم‌های حقوقی بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره، باید مسائل حقوق بین‌الملل مطرح باشه در اینجا، جزئیات فنی ممکنه که مطرح باشه، حستون این هست که طرف طالبان چنین تجربه ای نداره. آیا اونها واقعا میتونن پا به پای هیئت آمریکایی پیش بیان، اینها زبان همدیگر رو بفهمن؟ گویا در اینجا افرادی از سازمان ملل متحد که تجربه کافی دارن، با طرف‌های مختلف کار کردن، اطلاعات کافی دارن و همینطور بعضی از کشورهایی که بی‌طرف‌تر هستن، کمتر در این مناقشات نقش داشتن، از جمله نروژ، اونها هستن که دارن به هیئت‌های دو طرف کمک می‌کنن، سعی می‌کنن که دیدگاه‌های فنی دو طرف رو برای ترتیب دادن یک پیشنویس به همدیگه نزدیک بکنن که این پیشنویس باید باز به ملاحظه هر دو طرف برسه. یه نکته که اینجا خیلی مهمه اینه که طرف طالبان خیلی تأکید داره بر روی خروج کامل نیروهای آمریکایی و همینطور این که خب اونها میخوان تضمین‌های لازم رو بدن برای اینکه از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده نشه. ولی زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل و افرادی از هیئت آمریکایی به ما گفتند که آمریکایی‌ها میخوان همه مجموعه رو با هم ببینن و یکی از مهمترین قواعد این بازی از نظر اونها قاعده همه یا هیچه، یعنی اینکه باید یا همه موارد با جزئیات بر سرش توافق بشه یا اینکه هیچ موردی توافق نشده و همه برمیگردن به خانه اول. خب دقیقاً این هست که آمریکایی‌ها چه میخوان از این مذاکرات. طالبان روشن است که میخوان آمریکایی‌ها از افغانستان خارج بشن، یک خواستهای دیگه هم ممکن است داشته باشن. آمریکایی‌ها چه میخوان؟ بذارید که از نگاه طالبان شروع بکنیم. طالبان یک اصطلاح جدید رو در اینجا بیان میکنن، میگن که ما باید دستورالعمل دو ماده‌ای رو در این نشست مورد بررسی قرار بدیم. ما میدونیم که چهار بخش هست که مورد مناقشه دو طرفه. اینا میگن که آقا ما اول موارد داخلی خارجی رو میایم فیصله میکنیم، ترتیب اثر میدیم، بحث بر سر اون رو کامل میکنیم، بعد داخلی رو.
هم موارد داخلی هم موارد خارجی هر کدوم دو تا بحث اصلی داره. در مورد خارجی، خروج نیروهای خارجی از افغانستان هست و همینطور تضمین دادن به خارجی ها که از افغانستان به عنوان یک تهدید استفاده نمیشه. در موارد داخلی باز دو نکته هست. نکته اول گفتگو با دولت افغانستان هست و همینطور آتش بسه. آمریکایی ها میگن که در هر موردی که شما میخواید صحبت بکنید، ما میخواییم بحث آتش بس و همینطور بحث گفتگو با دولت رو هم پیش ببریم. طالبان میگن که خیلی خوب، ما اول میتونیم بر روی یک جدول زمانی توافق بکنیم، تضمین های لازم رو ما میتونیم به شما بدیم که از افغانستان علیه منافع آمریکا مثلا استفاده نمیشه، بعد میتونیم وارد اون موضوع بشیم. تازه ترین خبر اینه که زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در این گفتگو میگه که یک گروه کاری جدید در کابل مشغول بررسی هست، مشغول کار هست که یک هیئت بزرگتری رو در حقیقت تشکیل بدن که این هیئت شامل چند تا نماینده از طرف دولت افغانستان باشه و همینطور نمایندگانی از جوانب دیگر که طالبان یا با اونها قبلا گفتگو کردن یا مشکلی برای گفتگو با اونها ندارن. حرف و حدیث هایی که در اینجا هم مطرح، گویا طالبان به عنوان یه راه حل میانه با این ممکنه که موافقت بکنن و در حقیقت خواسته طرف ها به این شکل به همدیگه نزدیک تر بشه. متشکرم جمال، همکارم جمال الدین موسوی که این مذاکرات رو از نزدیک در دوحه دنبال کرده. برای تحلیل موضوع سه مهمان دعوت کردیم. از کابل محبوبه سراج فعال حقوق زنان با ماست. از استودیوی بی بی سی در کابل سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان و عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و تلگر ارشد در شورای آتلانتیک از واشنگتن خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. از آقای صمد شروع میکنم. آقای صمد، این هیئت طالبان تا چه حد میشه یک هیئت رسمی و مستقل نامیده بشه؟ خیلی ها میگن که امکان نداره طالبان بتونن در یک همچین مذاکراتی به این شکل در این سطح شرکت کنن بدون اینکه یک گروهی بین المللی یا مثلا ISI پاکستان پشت سر اونها نباشه. تشکر، سلام به همه. خب در این جای شکی نیست که اگر ما به تاریخچه 25 سالی طالبان بنگریم میبینیم که ارتباطات بعضی علاقات طالبان با بعضی علاقات بیرونی و خارجی بلخصوص در منطقه و بلخصوص در پاکستان داشتن و دارن هنوز هم. من فکر میکنم که این موضوع نزد هیچ کس پنهان نیست و یکی از مشکلاتی است که با او روند سیاسی روبرو است که تا چی اندازه این سوال مطرح میشه که تا چی اندازه طالبان مستقل هستند، تا چی اندازه از اراده از اون کسانی که میگن که از اونا نمایندگی میکنن میتونن که او رو تمثیل کنن و نمایندگی بکنن و تا چی اندازه معلومدار منافع کشور یعنی افغانستان هم مد نظر دارن. این یک سوال بسیار عمده است و من فکر میکنم که چیزی که طالبان تا حال گفتن حرفهایشان اگر ما در خلال چند سال اخیر و بالخصوص در یک سال یک و نیم سال اخیر که این پروسه صلح جان گرفته ما به او گوش بدهیم میبینیم که میخواهند که ملیگرایی خود هم ثابت بسازن و چنان وانمود کنن که باز منافع و ارزش‌های ملی را به او پابند هستند. اما در این زمان ما فکر میکنم که روند وقتی که پیش میره در خلال کارها و سخنان و گفتوشنودی که صورت میگیره باید امی امتحان از نزد طالبان گرفت که ببینیم که تا چی اندازه واقعا مستقل هستند و در بینشان چی مشکلاتی وجود داره. جالب هست میگید که باید از اونها امتحان گرفت و ببینیم که چطور هستن. خانم سراج، نظر شما چیه؟ خیلی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان به ویژه در افغانستان میگن نگران دستاوردهای 18 سال گذشته هستند. میگن افغانستان در 18 سال گذشته یک چیزهای زیادی به دست آورده اما طالبان تغییری نکردند و همونی که بودن ماندن. نظر شما چیه؟ به نظر من اول سلام و احتراماتم به همه کسایی که دامن از پروگرام هستن و همچنین به پروگرام که شما ایره پخش میکنین. بسیار یک موضوع مهم است و من بسیار خوش شدم که بی بی سی یک مقداری از وقت خود به سر این مسئله میته، چون چیزی را که ما زنها دامن افغانستان سر این موضوع میبینیم یک تصمیمات بسیار عجولانه است که دنیا میخواه سر یک موضوع به حد اندازه پرجنجال و با مشکلات و کونه.
اینا میخواین که یک تصمیمات بسیار عجولانه بگیرن، نامش بانن صلح، که در حقیقت امی نامش امی پروسام صلح نیست و امی نام صلح را باید ما در سر زی پروسه نمانیم. ما باید در سر زی پروسه نام آتش بس بانیم، به خاطر ازی که در حقیقت همونطور یک چیز داره روان است و حکومت امریکا میخواه که از ساکر خود از اون افغانستان بکشه به هر قیمتی که است. ما با کمال تاسف نتونستیم که یک مقدار درباره زنای افغانستان، ما زنها چی برتون بگویم، ای که ما تشویش های خود داریم، ای که ما مشکلات خود داریم، این بالکل یک مسئله علاج است، مگر ما در این زمان اتباع از این مملکت هستیم. ما وقتی که گپ میزنیم، ما تنها نقطه نظر زن گپ نمیزنیم، ما نقطه نظر یک تبعه از این مملکت گپ میزنیم، که ما در طول از این مدت 40 چند سال شما یه دفعه اوضاع افغانستان ببینید که ما به چی یک حالت قرار داریم و ما نسل ها را داریم از دست دادن میریم به سر خاطر از این موضوع. مسئله جنگ هیچ گفته نمیتونم که چقدر مردم افغانستان از این موضوع اینا راستی مانده شدن و دقیقا متوجهم خانم سراجیان. با این حساب شما و سایر فعالان حقوق زنان حاضر هستید سر برخی از حقوق زنان با طالبان کنار بیان این هیئت‌های صلح برای اینکه بتونن به یک صلح برسن و بعد در مراحل بعد شاید بخوان سر حقوق زنان و حقوق بشر با اونها مذاکره بکنن؟ شما راضی میشید به این؟ چیزی که ما میخوایم براتون بگویم ای بالکل اصلا ارتباطی به این مسئله نداره. ما میخوایم که یک دفعه دنیا ما را نه باعث از این که سر کدام باخت و برد ما معامله کرده میتونم رای طالب، از بجای از او چرا دنیا ما را باعث یک اتبع نمیبینه؟ آیا چقدر مردم افغانستان چی را دست میتن؟ ما چی را معامله میکنیم؟ اینا لما خود دوام از این معامله ما اصلا نیستیم سر از او میز. ما که نباشیم ما چی را میفهمیم که از ما چی ما را میگیرن و چی را بر ما میتن؟ و در این زمان اندخته نظر بین المللی اوضایی که امروز دامن افغانستان است، اوضایی که امروز دامن پاکستان است، این مسئله طالبا یک موضوعی نیست که اینا از زیر بوته بانجارنوبی برامدن و اینا هیچ کس پس از اینا نبود، اینا را هیچ کس تقویه نمیکرد و یا اینا را هیچ کس پولشان نمیداد. دیگه چطور امکان داره که اینا یک پشتیبانی کلانتنین خود که پاکستان باشه اونا را بکل یک طرف بانن، امرای از اونا داد و معامله نداشته باشن، خودشان بیان تصمیم بگیرن پاکستان امروز به یک حالت جنگ است امرای هندوستان؟ این موضوعی بسیار بسیار ساده نیست. من نفهم چرا دنیا این مسئله را اینقدر ساده گرفته. این مسئله از این نیست که طالب است و باز زن است و باز حق زن است و باز ما نمیخواهیم و باز ما میخواهیم. اصلا اینطور یک چیز نیست، اینو باور کنید. اینو باید دنیا بشینه و سر از این بسیار یک تفکر دوباره و یک تصمیم بگیره که اینقدر عجولانه میکاره کردن اصلا به خیر کس نیست. ممنونم خانم سراج. آقای طاهری، متاسفم به نظر میاد که ارتباط ما با شما کمی مشکل دار هست. من امیدوارم که بتونیم ارتباط رو برقرار نگه داریم و سوالاتمون رو از شما بپرسیم. فکر میکنید که این مسائلی که مطرح شد، خانم سراج میگن که مسئله عمده این هستش که اصلا با افرادی که باید مذاکره بشه مذاکره صورت نگرفته، میگن با ما، منظورشون به هر حال به نظر میاد یک جمعی هست که در این مذاکرات غایب هستن، عده هم کثیر هست کسایی که غایب هستن. فکر میکنید باید با چه کسی مذاکره بشه که مذاکره نمیشه؟ اینکه طالبان خودش انتخاب میکنه با کی مذاکره کنه، فکر میکنید چه تأثیری روی نتیجه مذاکرات میگذاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب شما قاضی زاده صاحب، همکارانتان، مهمانان عزیز، جناب سراج صاحب، جناب سفیر صاحب بزرگوار و ملت بزرگ افغانستان و تمام فارسی زبانهای جهان که ما را میبینن. بدون شک پروسه صلح افغانستان به عجله پیش نرفته و امروز هم در مرحله ای که هستیم، از 9 سال تا به حال و خصوصا از 2 سال گذشته تا به حال به گونه بسیار با تدبیر و محتاطانه پیش رفته و هر حالتی که امروز میایه اگر منفی باشه یا مثبت باشه، این روال نرمال یک پروسه یا یک روند صلح نه تنها در افغانستان که در کشورهای دیگه هم که از جنگ و صلح عبور کردن و در یک تحکیم صلح پایدار قرار دارن، این تنظیم شده و تجربه شده که ما عملا مطالعه کردیم و تحقیق هم کردیم چون این چیزها را. اما امروز وقتی که ملت بزرگ افغانستان در هر جای صدای خود بلند میکنن به خاطر حمایت صلح، تشویش ها و نگرانی هایشان حقشان است، مسئولیتشان است و صلاحیتشان است که پروسه صلح بسیار با تدبیر و از نزدیک نظارت بکنن. هر حرکتی که امروز در هر جای جهان تنظیم میشه در هماهنگی با دولت افغانستان و بالاخص شورای صلح افغانستان انجام میشه، او گفتگوی برای گفتگو است نه مذاکرات صلح. هدف ما این است که امروز در مرحله ای هستیم که باید تسهیل
مذاکرات را تنظیم بکنیم. او اگر با ایالات متحده آمریکا میشه، با هر کشور دیگه که در هماهنگی با ما گام میوردارن انجام میشه، ما او را استقبال میکنیم. اما مهمی است که از هر فرصت و هر دریچه ممکن برسیم به مذاکرات که تصمیم گیره آینده صلح و باثبات افغانستان است، که او مذاکرات صلح مستقیم و بین الافغانی از بین دولت افغانستان با نمایندگی مردم افغانستان و تحریک طالبان افغانستان که امروز مخالفین مسلح نظام هستند. برای اساس مذاکرات در قطر است، در جای دیگه که همکار هستند با ما، اونا کسانی هستند که در این زمینه بستر سازی میکنن و مذاکره صلح نیست. دقیقاً مسئله الان این هست. شما آیا افغانی کار میکنن؟ شما آیا نگران این نیستید که در این مذاکراتی که پیشاپیش اون مذاکرات نهایی که شما ازش صحبت میکنید داره انجام میگیره، از حق و حقوق ملت افغانستان مایه گذاشته بشه، از حق و حقوق زنان افغانستان مایه گذاشته بشه، اون چیزی که جامعه مدنی افغانستان نگرانش هست؟ بدون شک نگرانی ها را ما در پیش روی داریم، در لست خود داریم و تشویش هایی که مردم افغانستان از گذشته تجربه تلخی که ما داشتیم در جنگ های داخلی افغانستان او را نمیخواهیم تکرار شوه و شورای صلح افغانستان هم به مثابه مدیر و بسترساز اساسی و محور پروسه صلح افغانستان چون این چیزهای در خط مش کاری خود داره. ولی شما اصلا نیستید در مذاکرات آقای طاهری. ما پیش میریم. آقای طاهری اصلا شما رو دولت حکومت افغانستان رو اصلا دعوت نکردن، طالبان حاضر نیستن با شما سر یک میز بشینن. بحث خانم قاضی زاده، بحث اساسی آغاز مذاکرات است که منتظر هستیم در این راستا هم جناب دکتر خلیلزاد و همکارانشان قدم بردارن که عملا با ما در کل هماهنگ هستند و در جز هم یک پلان مشرحی داریم که با ایالات متحده آمریکا در بیرون و در سفارتشان در اینجا با ما هماهنگی میکنن، پیش میرن. هر قدمی که ایالات متحده آمریکا در کل میبرداره با ما هماهنگ است. اگر او پیش از مذاکره است، جریان مذاکره است یا ختم مذاکره است که پس گزارش میتن، این قابل تشویش در کل نیست. اما بدون شک در جزئیات ما ضرورت داریم که ایالات متحده آمریکا در سه بود پروسه صلح افغانستان باید پیش بره، که ایالات متحده آمریکا باید مشکلات خود با طالبان هم حل بسازه، اما تصمیم نهایی در اونجا گرفته نمیشه. چیزی است که جناب دکتر سبزالمی خلیلزاد با ما وعده درست و واقع بینانه کردن. مرحله بعدیش یا بخش بعدیش است که طالبا با سیاسیون افغانستان هم بدون شک باید بشینند، با زنان افغانستان، با جامعه مدنی افغانستان که عملا نشست در مسکو هم بود چون این چیزه. اما این نشست ها و مرحله اساسی و بخش اساسی که مذاکرات صلح است بین دولت افغانستان که معاهده صلح باید امضا بکنن با طالبا انجام شود که ما امیدوار هستیم به زودی چون این چیز انجام شود. بله. اما بدون شک تشویش ها، نگرانی ها را ما بسیار محتاطانه مد نظر داریم، پیش میریم و هر گامی که میبرداریم با مردم افغانستان هماهنگ پیش میریم. خب بذارید ما متمرکز شیم روی همین دور اخیر مذاکرات در دوحه، چون مذاکرات گسترده بوده ظرف ماهای اخیر، خیلی بیشتر و بیشتر شده، در شهرهای مختلف برگزار شده. اما میخوام در مورد نقش قطری ها آقای صمد صحبت بکنیم. چرا قطر اینقدر اولا داره برای مذاکرات هزینه میکنه؟ دوم چرا اینقدر طالبان به نظر میاد که به قطری ها اعتماد دارن، در حالی که مثلا با اماراتی ها حاضر نشدن سر میز بشینن، با عربستان همینطور؟ خب من فکر میکنم سوال خوبی است و یک تصمیم دو جانبه است که هم امریکا تصمیم گرفته که قطر یک محل مناسب است، هم طالبان برای خودش یک محل مناسب میدانن. دلایل مختلف داره. یکی ای که دفتر طالبان از 7-8 سال به این طرف در اونجا اساس گذاشته شده و در اونجا یک نمایندگی نسبی سیاسی طالبان وجود داره و داشته. دومی که ما شاهد از این بودیم که یکی دو محل دیگه هم صحبت ها صورت گرفت، در امارات مثلا، در ماسکو و بعضی جاهای دیگه، ولی قطر فعلا من فکر میکنم که یک مرکزی تبدیل شده به دلایل مختلف. یکی که نمیخواین نشان بدهند که قضیه جانبدارانه است، یعنی که اگر بسیار به طرف یک کشور تمایل پیدا شود که او از خود یک موقف بسیار مشخص داره و یا تمایلات خاص داره، بعدا امکان داره که این سوالهای خلق کنه از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی. به این منظور است که قطر یک موقف میانه را تقریبا گرفته که برای همه تا حد قابل قبول است و این باعث شده که در اینجا جمع شدن. در ارتباط با این سوال قبلی تو من یک چیز میخوام اضافه کنم. آقای تیموری راست میگن، امروز مذاکرات بین امریکا و طالبان درباره موضوعات دو جانبه از اوناست، هنوز داخل مرحله بین الافغانی نشده و تا زمانی که ما مشکلات بین الافغانی خود حل نکنیم
مخصوصا مشکلاتی که در کابل وجود داره و در سطح سیاسی و در بین سیاسیون افغانستان وجود داره، تا که این مشکل حل نشه، زنا داخل پروسه نشن، جوانا نشن، جامعه مدنی، سیاستمدارای افغانستان، نمایندگان اقشار مختلف افغانستان، تا که داخل از این اجماع نشن و اجماع ساخته نشه، سخت است که ما بریم به مرحله دومی و سومی که باز در اونجا باز در گفت و شنود که صورت میگیره روی موضوعات حق و حقوق شهروندی و این آن باید صحبت شد. آقای صمد، اشاره جالبی کردید. شما میگید که باید ما بین خودمون به توافق برسیم، بین الافغانی، بعد بریم بیرون با طالبان یا حالا هر کسی دیگه مذاکره. بحث عمده اینه که انگار طالبان مثلا در مسکو حاضر بودن با گروه‌های مختلف سیاسی افغانستان گفتگو کنن، ولی با حکومت افغانستان عمدن گفتگو نمی‌کنن. شما فکر نمی‌کنید که این نادیده گرفتن حکومت افغانستان در دراز مدت از در واقع خود حکومت افغانستان رو در این مذاکرات صلح زیر سوال میبره؟ انگار که طالبان میخوان بگن اینها طرف ما نیستن، اصلا علنا این رو گفتن. من فکر میکنم که در این قسمت طالبان اشتباه خواهند کرد اگر فکر کنند که میتوانند در بین جامعه افغانستان یک اندازه نفاق سیاسی را ایجاد کنند، چون حکومت افغانستان، حکومت فعلی افغانستان، خواه شما رو دوست دارین و ندارین، با سیاستش مخالف است یا موافق، یک واقعیت است و نمیشه که از این واقعیت انکار کرد و باید جزء امی اجماع بزرگتر ملی افغانستان باشه و نقش خود باعث یک حکومت فعلی انجام بده تا زمانی که امی مشروعیت حکومت داری را و از جانب مردم افغانستان شکل از اشکال تحت یک شرایط قانون اساسی داشته و داره. هدف این است که طالبان، من فکر میکنم این واضح ساختند که میخواهند که با همه صحبت داشته باشند، ولی هیچ کس، هیچ طرف به شمول خودشان کدام پرچم رسمی بلند نکنه، یعنی که اونا امارت از امارت بگذرن و تحت عنوان امارت داخل مذاکره نشن و دیگرها هم بیاین بحث افغان به نمایندگی از جامعه افغانستان که حکومت هم یک جزی از او باشه. اینا در اینجا یک مشکل تکنیکی وجود داره. من فکر میکنم این مشکل تکنیکی که جنبه سیاسی داره بیشتر باید یک راه حل پیدا کنه و من فکر میکنم که این راه حل بدون گفت و شنود صادقانه بین طرفین نمیتونه که به دست بیاید و در این قسمت کوشش و سعی لازمی تا حال صورت نگرفته. آقای طاهری، شما گفتید که هیئت آمریکایی به خصوص خود آقای خلیلزاد با دولت افغانستان، با حکومت افغانستان هماهنگ داره عمل میکنه. ممکن بگید این هماهنگی به چه شکل صورت میگیره؟ چه میکنن که هماهنگی هست؟ بسیار خوب، در سه بخش میتونیم این تقسیم بکنیم. وقتی که جناب دکتر زلمه خلیلزاد سفر خود آغاز میکنه، اول از کابل شروع میکنه. از کابل با ما، با حکومت افغانستان هماهنگی های خود میکنه، برنامه ریزی خود انجام میده، یا هم که از امریکا شروع میکنه از طریق سفارتشان در کابل در تماس میباشیم روی موضوعات. بعد از اینکه میرن به نشست هایشان که امروز جریان داره، عملا در تماس میباشن با ما که روی این موضوعات بحث جریان داره، روی این موضوعات است، مشورت میکنن و هماهنگی های خیلی خوب میکنن. نسبت به گذشته خیلی تغییر خورده، چون این چیزهای، چون ضرورت است که محوریت صلح افغانستان، مدیریت پروسه صلح افغانستان به دست افغان ها و رهبریش به دست مالکیتش به دست مردم افغانستان باشه. و مرحله که ختم میشه مذاکره، هم شما شاهد هستین که در چهار مرحله گذشته هم آمدن به کابل گزارش خود، هم به رهبری شورای صلح افغانستان، هم به رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان ارائه کردن. این به این معنا است که هیچ چیزی از ذهن مردم افغانستان، خب ضرورت است بعض موضوعات تا پخته شوه ارائه نشه، اما موضوعاتی که پخته میشه با مردم ارائه میشه، اما با شورای صلح، با حکومت افغانستان هماهنگی کلی دارن. ما امیدوار هستیم که مذاکرات به زودی آغاز شود، چون سال 2019 میلادی را سال صلح اعلان کردیم و سال 1398 خورشیدی هم که در روزهای بعدی قرار است برسیم برو، هم سال صلح اعلان میشه. در دو مرحله دیگه هم ما عملا کار را داریم پیش میریم. امروز شما دیدین که اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح که در 34 ولایت افغانستان نشست داشتن، امروز جمع شدن به کابل و با یک صدا پروسه صلح به محوریت افغانستان خواستن. اولین بار است که زنان افغانستان به او قوت و شهامت استاد میشن به خاطر حمایت از
سوال من به همین برمیگرده. تقدیر میکنیم و افتخار هم میکنیم. بله آقای طاهری، اما بحث خلیلزاده گفتن که جرگه بزرگ مردم افغانستان است که مشورت میکنن در این بخش در آینده نزدیک. من عذرخواهی میکنم، به نظر میرسه که ما تاخیر با تاخیر هم دیگر میشنویم، هی وارد صحبت هم دیگه میشیم. من عرض میکنم که ما یک خبر دیگه داریم از اینکه آقای خلیلزاد گفتن که دارن روی یک هیئت مذاکره کننده ملی در کابل بحث میکنن. این هیئت مذاکره کننده ملی چی هست آقای طاهری؟ کیا توش هستن؟ آیا خانم ها هستن؟ آقای خلیلزاد آقای خلیلزاد روی موضوع گفتن که خوشحال هستن که در کابل هم روی چنین چیزی در توییت امروزشان که چنین چیز جریان داره. بدون شک هیئت مذاکره کننده انشاءالله که به زودی، من مطمئن هستم رئیس جمهور دولت افغانستان، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اجرایه روی موضوع کار کرده رئیسن، چون اساس گپ آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان است در محوریت مذاکرات بین الافغانی، چون این چیز دقیق امکان پذیر است و عملا مشورت ها جریان داره بین رئیس جمهور، رئیس اجرایه و احزاب سیاسی مطرح و کلانان افغانستان و جامعه زنی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان. بحث اساسی که امروز در جرگه در اجماع ملی زنان افغانستان همون بود که در مذاکرات زنان افغانستان نادیده گرفته نشن، چیزی است که هرگز افغانستان به گذشته نمیگرده و بدون شک نمایندهای با صدای بلند و با قامت رسای زنان افغانستان هم در هیئت ملی مذاکره کننده حکومت افغانستان به خاطر صلح با طالبان میباشند، حضور می داشته باشند و هیچ کس صلاحیت نداره که دستاوردها و حقوق مردم افغانستان که اعاده کردن در 18 سال گذشته، چون او مربوط ارزش های مردم افغانستان است، او را به سوء استفاده قرار بدن یا هم به یغما ببرن یا هم به حاشیه در مذاکرات صلح قرار بدن. خانم سراج، آیا از شما و زنان دیگری که به حال با شما کار میکنن دعوت شده که برای این هیئت مذاکره کننده ملی شرکت بکنید؟ از ما خوب خصوص نه، مگر شاید از بعضی از خانمای دیگه هستن که دمی خود شورای عالی صلح هم اینا عضویت دارن و دم یک کمیته را هم که ساخته رئیس جمهور داخل یک 3 زن یا 4 زن دمونا هم صدارن. ما فقط چیزی را که میخواستیم که زنهای افغانستان، مخصوصا شبکه زنان افغانستان که ما از اونا امیال حاضر نمایندگی میکنم، که یک تعداد زیاد زن افغانستان اعضای از اوستن و ما صدای خود از امروز اول سر این مسئله کشیدیم، مقصد ما عبارت از این بوده که ما بتانیم به یک تعداد زیاد، ما به خاطر از اینکه ما هرچی نباشه یادتان نره که ما زیادتر از 50% نفوس از این مملکت ما تشکیل میکنیم و ما میخواستیم که صدای ما به می تمام بزرگیش، به می تمام اینمی قسمتی که ما راسی از نفوس داریم، به می رقم شنیده شوه، چون که بسیار مسائل است در این مابین که ایره خو آقای عمر صمد و آقای طاهری هم میفهمن که برازی که امیال حاضر مسئله صلح راسی دامن افغانستان هنوز شروع نشده، یک موضوع است که امریکا میخواه امرای طالبان در سر موضوع آتش بس گپ بزنه که به کلی درست است، مگر این مذاکراتی که پسان میاین متصل ما از طالبان شنیده میریم که اینا نظام افغانستان، حکومت افغانستان، نظام افغانستان اینا به نظر نمیگیرن و تا دم اوایل که اینا شروع کرده بودن پیش از که ما زنها مقابل از اینا استاد شویم برشان نظریات خود بگوییم، حتی امو وقت اینا به نظام از این مملکت، نظام عسکری از این مملکت اینا میخواستن که او رو با بعض بین ببرن و لغو کنن پیش از که اینا داخل از این مذاکره شوند. دیگه از او خاطر یک خروار، یعنی یک تعداد، یک مقدار زیاد چیزها داره به حالت به وجود آمدن است و منتها چیزی را که من میخوایم که امیدوار هستم این وقتی که مذاکرات شروع میشه و این مذاکرات بیلون افغانی میشه، این خود از این یک مشکل و فرم را بگیره که راستی دامن از او ملت افغانستان خود بیافه. ما کل ما باید صدای خود دامن از این پروسه پیدا کنیم. اگر ملت افغانستان صدای خود دامن از این پروسه از الف تا به یا پیدا نکنه، این پروسه ناکام میمونه. خب چطور پیدا بکنه؟ شاید برای 2-3 سال اگر که دعوت باشه. نمیشه سر میز مذاکره، چطور قرار هست که این صدا را پیدا بکنه؟ بله امیر میگه
اینه میره میگم نه اینا وقتی که وقتی که ما دعوت نمیشیم یا وقتی که دعوت میشیم میکروفونای زنا رو بسته میکنن یا وقتی که جوان افغانستان که 65% نفوذ از این مملکت است او را کسی مد نظر نمیگیره که در سر میز مذاکره بشونه و یا وقتی که قربانیای جنگی ما یا کسایی که زخمی و دست و پای خود را دست دادن سر تمام از این حملات از این مردم اونا نیستن که صدای خود بکشن و یا مهمتر از تمام از اینا حکومت افغانستان نظام افغانستان نیست که صدای خود بکشه که چطور میتونه که همه شمول باشه اینال اینی مسئله است که ما بسیار چیزهای زد و نقیز را شنیده میریم که هر کس به مرقم خودش اما چیزی که برای خود از اینا مقبول معلوم میشه و قابل قبول است و امو چی را برابر میکنه اینو مره میگن حقیقتا هیچ کس نمیخواد بگه این یک پروسه ساده نیست این موضوعی نیست که به آسانی ها ما بتونیم بشینیم هر حرف حاصل کنیم این بسیار باید دست از این من که گفتم عجولانه ما مقصد ما عجولانه اتاز می کشیدن اساکر امریکاست امینا رو من نفهم چطور میخواین بکشن به میزودی امی من نفهم که به خود رئیس جمهور امریکا چی رقم خبر داده میشه از خاطر اینکه این چیزا ما خود به تاریخ خود دیدیم اینا را این خود مسئله نو نیست این خود تکرار شده پیشتر بله خب از یه طرف دیگه هم خانم سراش تا کی میشه ادامه داد تا کی میشه ادامه داد اگر که شما نگران این هستید که به این صورت ادامه دادن نمیتونیم جان ادامه دادن سوال نیست یعنی ای که ما صلح میخواهیم اونا ما خود صلح میخواهیم که مثل همه خوارا برادرای ما دامن این مملکت یعنی یک لحظه زیادتر و یا کمتر نیست مقدار امو چی برتون بگویم امو عطشه که ما برای رسیدن به صلح داریم ما راستی ضرورتش داریم راستی این ملت بدبخت نبودن صلح دامن از این سرزمین مگر صلح هم باید یک صلح با عدالت باشه صلح هم باید یک صلح باشه که امرای تدبیر باشه شما نمیتونین که یک آتش بس بیارین چندان عسکر از مبانی یک جای بکشین نامش صلح با نسر شک تا پزته شوه دنیا دستای خدا بشوه بگه الله اکبر ما رفتم اینی رو ما نمیخواییم به خاطر ازی که دامن بینزی یک میلیون مسئله دیگه است که دامن ازی شامل است و ما وقتی که قدم به قدم پیش میریم ما باید این امینا رو کلش آمد نظر بگیریم خب بذارید آقای صمد یه سوالی بکنم آقای صمد دیپلمات هستن اینجور مذاکرات براشون غریبه نیست قبلا دیپلمات بودن الان هم در این زمینه کار میکنن آقای صمد با این وضعی که این مذاکرات پیش میره صحبت این هستش که حالا آتش بس بشه خانم سراج میگن این حد اکثر آتش بس هست آتش بس هم نیست همین الان در سر پل جنگ شدیدی در جریان هزاران نفر بی خانمان شدن اومدن از خانه هاشون بیرون پس چه هست این در واقع چه دارن چه میکنن ما در مرحله صحبت درباره صحبت و صحبت درباره مذاکرات آینده هستیم ببینید در چوکات بندی خود باید اشتباه نکنیم که در کدام مرحله قرار داریم یک پروسه است و این پروسه مراحل مختلفی را باید طی بکنه در این جای شک نیست که باید عجولانه نباشد در این جای شک نیست که نگرانی ها وجود داره در این جای شک نیست که باید همه شمول باشه و همه در این در آینه از این خود ببینن و صدای مردم افغانستان باید انعکاس پیدا کنه یک وجه مشترکی که بین حرفایی که میشنویم در اطراف و اکناف امین است که همه از مردم افغانستان یاد میکنن طالب هم میگه که ما میخواییم که با نماینده های مردم افغانستان بنشینیم مردم افغانستان حکومت جامعه مدنی همه میگن که ما هم جز مردم هستیم و ما هم میخواییم که در روی میز مذاکره بنشینیم و این حق همه است لذا ما باید شرایط سیاسی را شکلی باید عیار بکنیم که به طرف امی اجماع ملی قدم بگذاریم نه ای که انحصار طلبی شود نه ای که ما تفرقه اندازی بکنیم نه ای که امتیازگیری بکنیم نه ای که از این فرصت ها برای اغراض کوچک و کوتابین سیاسی خود قدم بگذاریم در این جس من فکر میکنم که یک اندازه اشکال وجود دارد و تدبیر که میگیم تدبیر ایمانا نمیته که ما باید باشم فلانی نباشه تدبیر ما نمیته که ما بگوییم که همه حق دارن همه بنشینن همه صحبت بکنن و همه مشکلات بر روی میز بگذارن و ببینن که طالبان تا چه حد و اندازه تغییر کردن یا نکردن چی نه و افغانستان قبول دارن ندارن بعدن باز تصمیم گرفته میشه فعلا ما در مراحل ابتدایی قرار داریم آقای طاهری گفته شده آقای خلیلزاد باز گفته با توجه به اینکه شما میگید که با او در تماس هستید یعنی شورای صلح در تماس هست و هماهنگ هست میگه با یک چارچوب کلی به توافق رسیدین روشن است که این چارچوب کلی چیه
خب چارچوب کلی در آخر اگر امروز صحبت هم میکنن به این معناست که مذاکرات را متمرکز از بحثشان. وقتی آقای خلیلزاد میگن چهار مورد را ما باید کار بکنیم نتیجهش نهایی شوه و اعلان شوه، به این معناست که آخرین موردی که باید نهایی شوه و تصمیم گیری شوه مذاکرات است که باید با دولت افغانستان و طالبان آغاز شود. مورد آتش بس است، مورد خروج نیروهای خارجی است و مورد تهدید نبودن افغانستان به کشورهای منطقه. برای ما مهم چی است؟ وقتی که ما میگیم با جانب ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه که همکار هستند با ما در این راستا میگیم که خروج نیروهای خارجی بحث است، بحث مردم افغانستان، بحث است که باید در مذاکرات صلح مستقیم و رسمی دولت افغانستان و طالبان او در روی اجندا گذاشته شود. هیچ کس تصمیم روی موضوع گرفته نمیتونه به جز از موضوعی که در اجندای مذاکرات مستقیم و رسمی صلح بین دولت و طالبان میباشه، در اونجا تصمیم گرفته میشه. خروج نیروهای خارجی هم باید وقت باشه که پروسه صلح افغانستان، مذاکرات صلح افغانستان به پیش بره، پیشرفت داشته باشه و ببینیم که مردم افغانستان اول از تهدید تروریسم منطقه‌ای و جهانی دور میباشن و بعد از او باز جامعه منطقه‌ای و جهانی دور میباشن. بعد از او باز بحث میشد روی زمانبندی خروج نیروهای خارجی. همین قسم موضوع آتش بس مثل که جناب صمد صاحب گفتن و جناب سراج صاحب نگرانی خود ابراز کرد به مصابه یک زن مطرح شجاع و با شهامت این سرزمین که عملا از جامعه مدنی دفاع میکنن صدای زنان افغانستان هستن. بدون شک ما هم شانه به شانه هم دست به دست هم گام به گام پیش میریم تا اینکه از ارزش های مردم افغانستان، از دستاوردهای نظام افغانستان وقتی که به صلح ما قدم میگذاریم باید قدم ما به فردا باشه نه به دیروز. به او اساس یک موضوع خدمت شما میگم، به ملت بزرگ افغانستان میگم، به کسایی که نگران هستن تشویش دارن میگم می است که ما در آینده نچندان دور ما جرگه ملی صلح افغانستان را که مشورتی است در کابل دایر میکنیم به خاطر است که در مرحله حساس تاریخی و بی‌پیشینی تاریخی آغاز مذاکرات صلح قرار داریم. شاید در چند ماه بعدی ما بتانیم که مذاکرات صلح میزبان باشیم. امروز وقتی که میبینین تشویش ها است، نگرانی ها است، فراز و نشیب در پروسه صلح است، قسمی که پیشتر گفتم خودش یک روال عادی پروسه صلح است که مطالعه شده این موضوعات. فکر میکنید که این نگرانی ها منطقی هست در جایی که دیده میشه که مثلا آمریکا، آقای خلیلزاد میگه که اول بحث خروج نیروهای آمریکایی بوده، بحث دوم همکاری طالبان در مبارزه با القاعده و داعش. فکر نمی‌کنید که آمریکا دنبال منافع خودش هست در این مذاکرات پیش از اینکه دنبال منافع حکومت افغانستان، نظام افغانستان باشه؟ خب وقتی که میگیم خروج نیروی خارجی زمان مشخص باید بر خود داشته باشه، او را مذاکرات صلح مستقیم و رسمی دولت افغانستان و طالبان در مذاکرات چتر بین الافغانی تصمیم میگیره که مردم افغانستان از هر قدم او باید متوجه باشن و تصمیم مردم افغانستان باشه که به هیئت مذاکره کننده صلاحیت چنین چیز را بتن. به او خاطر ما برنامه های مشورتی داریم، جرگه ملی مشورتی صلح پیش روی داریم که بحث میکنن روی موضوعات. بر او اساس هم ما حداقل کم از کم 30% عضویت جرگه مشورتی صلح افغانستان که 1397 در آخری خود یا هم بحث میشه روی زمانش این را تدویر میکنیم در روز عضویت میداشته باشن، چون صدای زنان افغانستان، جوانان افغانستان، رسانه های افغانستان، معیوبین افغانستان، تمامی اصناف اقشار و اقوام ملت بزرگ افغانستان در روی شنیده شود و یک دستاورد باشه که سفارشات قوی تر مردم بر پروسه صلح افغانستان، دولت افغانستان و شورای صلح افغانستان بدهند به خاطر مراحل بعدی. و اساسی ترین مرحله ما آغاز مذاکرات صلح هست که روی کار کرده رایستیم. هیچ نگرانی بدون شک منطق را یک طرف میگذاریم، اما تشویش های تجربه ای است که ما دیروز افغانستان را تجربه کردیم، به اساس تجربه ما نگران هستیم، تشویش داریم. به او خاطر ما بسیار عجله نمی کنیم، پیش نمیریم، اما در کار خیر دین مقدس اسلام هم گفته که عجله بکنید محتاطانه با تدبیر. به او خاطر ما گذشته خود تجربه کرده بسیار در برنامه قدم بعدی که ما میگذاریم گذشته افغانستان، امروز افغانستان و مذاکرات قبلی که در نمایندگی افغانستان خارجی ها در تاریخ افغانستان انجام دادن و بی‌نتیجه بوده بر افغان ها، او را ما همیشه مد نظر داریم. با هر کسی که با ما میخواد همکاری بکنه، مشورت بکنه، ما آماده هستیم. خصوصا افغان های ما که نگران هستن، تشویش دارن، قابل مکس است، قابل احترام است، قابل قدر هستن و هر هدایتی که برای ما میتن او را ما تطبیق میکنیم. اما یک چیز نادیده نگیریم که مذاکرات اساسی که تصمیم گیر صلح و ثبات افغانستان است که همگی میدانن محوریتش مذاکرات بین الافغانی است که یک هیئت ملی مذاکره کننده است، تنظیم میشه و با طالبان میشینن روی میز. و تشویشی هم که مذاکرات با طالبان آغاز
آغاز نشه، ایرم دور باید بسازیم و کم کم باید مستطره پیش بریم. من از آقای سمت هم آغاز شد. از آقای سمت هم بپرسم، میخواستید چیزی بگید آقای سمت؟ بفرمایید. اگر میخوایم یک موضوع را که فراموش نکنیم این است که در این جای شک نیست که افغان ها زمانی که به خیر اجماع بکنن و به فیصله برسن و همه محوریت خود پیدا کنن و حرف مشترک خود داشته باشن که امیدوار هستم به زودی کار صورت بگیره، باز نظریات خود البته و موقف خود پیشکش میکنن و داخل مذاکره یک روز انشاءالله میشن. ولی فراموش نکنیم که امریکا یک تصمیم استراتژیک گرفته تا نیروهای خود از افغانستان به شکل از اشکال از حال تا چند ماه دیگه یا یک سال دیگه یا نیم سال دیگه خارج کنه. ایره ما افغانا تغییر داره نمیتونیم سر با آسانی. این یک موضوعی است که یک تصمیم یک طرف جنگ است و ما باید با مدنظر داشتن یک واقعیتی که یک تصمیم استراتژیکی که گرفته شده از جانب ایالات متحده باید منافع خود مدنظر گرفته قدم های بعدی را بگذاریم و تصامیم لازمه را باید اتخاذ کنیم و اگر دست جمعی کار صورت بگیره بهتر خواهد بود. لحاظا در اینجا اگر افغان ها فکر میکنن که تصمیم خروج امریکا از افغانستان به دست افغان هاست، بله یک بخشش به حیث مشوره، به حیث تقاضا، به حیث از چنل های سیاسی و دیپلماتیک یک اندازه موضوعات مبارزه با تروریسم در بر میگیره، موضوعات امنیتی در بر میگیره، موضوعات ثبات منطقه و ثبات افغانستان در بر میگیره و احتوا میکنه. همه زیرا رو مد نظر گرفته موقف خود داشته میتونن، ولی فراموش نکنیم که یعنی تصمیم امریکا گرفته و فکر نکنم که بسیار با آسانی تصمیم تغییر بخوره. خانم سراج شما هم نظری داشتید؟ بفهمید. بله، نظری که من دیگه دارم، من گپ سمجان چی میکنم یعنی تاکید میکنم سر گپ از او که راستی هم طور است. خلیزاد صاحب این بر از این نامده که دامن افغانستان طرف افغانستان بگیره یا چرت از این بزنه که دامن افغانستان اگه ماسکره بکشم به فایده افغانستان است یا به نقص افغانستان است. بر از اونها این مسئله اصلا مطرح نیست. اونها نقطه نظر استراتژیکی امریکا فیصله کرده که عسکر خود از اون افغانستان میکشه. دیگه عسکر خود از اون افغانستان میکشه. این خود یک مسئله بسیار روشن و واضح است. از اون خاطر است که سر این موضوع کار میکنه. اینال بودن عسکرش هم دامن افغانستان تا به حاله برای اینکه قربانی رو عسکر ما میداد. ما خود دامن دو سال آخر 45,000 عسکر خود دست دادیم که امروز روز تجلیل عساکر قوای ملی افغانستان است که ما برای کل از اینا ما سلام و احترامات خود میرسانم، سلوت میگم برای همه گی از اینا. اینا هستن که مردن. 45,000 عسکر ما دست دادیم. اینی با کدام عقل برابر میآید که ما داریم یک مملکت را در پالوی ما که قرار است ما را کمک بکنه از نقطه نظر استراتژیکی به مقابل از این طالبان، مگر 45,000شان رفتن دامن خاک خون غلطیدن و از بین رفتن. اینا این مسئله همیشه مطرح بوده. فقط چیزی را که ما در وسط امیالم که قسمت دومی از مذاکرات خلیلزاد صاحب همین است که مساکر خود میکشن به چه وقت بکشن و همین که افغانستان بعد از او یک مرکز نشوه که از او باز هم به مقابل دنیا غرب اینا استاد شوند و یا همسایه های ما و ای طالبا باز هم اسلحه به دست بگیرن و عمله بکنند سر از اینا. این همه جمله مسائل است که این برای اینا بسیار مهم است به حکومت امریکا و در باره از این گپ میزنه. اما موضوع کلانترین باز هم به دست خود ما مردم است، به دست از این ملت است. راستی که ما چی میکنیم؟ اینمیال اگر تمام چی براتون بگویم؟ یعنی همه چیزی که هست و نیست امروز ما باعث یک ملت خب خانم سراج کاملا روشنه که نگرانی دارید. کاملا روشنه که نگرانی دارید با هر کسی که ما این روزها در افغانستان صحبت کردیم. نگرانی هست، علاقه به این که این مذاکرات به درستی پیش بره هست، تلاش هست، اما فکر میکنید مشکل کجاست که نتیجه درست داده نمیشه؟ سال هاست که از دوره آقای کرزای صحبت این مذاکرات صلح بوده. به نظر شما اون نقطه اساسی که باعث میشه که همواره حکومت افغانستان اولا نادیده گرفته بشه در پروسه صلح، به نظر میاد که کنار گذاشته میشه تا لحظه آخر بهش بگن حالا تو چه میخوای، و بله. دوم این که در نهایت یک مجمع بارها و بارها کمیته گروه جرگه های مختلف صلح ساخته شده انواع و اقسام، چرا یک نتیجه کامل بله. از اینها گرفته نشده؟ نظر شما چیه؟
به خاطر نظر من یک ضرب المثل انگلیسی است که میگن دی الیفنت ان دی روم. امی ما درباره از امی فیل کلانی که در مبین اتاق استاده است ما درباره از هیچ گپ نمیزنیم. دی الیفنت ان دی روم از پاکستان. ما اصلا درباره پاکستان گپ نمیزنیم. ما درباره پاکستان گپ نمیزنیم که حسگیری از ادایی مسئله چقدر است، مسئولیت از ادامه از مسئله چقدر است، این چی رول میخوای بازی بکنه، این چقدر در پشت طالبان امیال حاضر بین امیال نیست. بذارید اینو از آقای طاهری بپرسم. مذاکرات آقای طاهری، همین صحبت، همین که الان ملا برادر عبدالغنی اونجاست، میگن که خب چطور رفت اونجا، اصلا روشن نمیکنن چطور رفته اونجا. بحث این هستش که چطور پاکستان چه نقشی داره؟ آیا اصلا حکومت افغانستان این نگرانی ها رو مطرح میکنه؟ اینکه طالبان داره چه میکنه با پاکستان؟ پاکستان چطور در این مذاکرات بدون اینکه اسمی ازش برده باشه شده باشه به نظر میاد که محوریت پیدا کرده؟ خب نقش پاکستان را به مثابه یک کشور همسایه و یک کشوری که میزبان در جای شک نیست که رهبری طالبا دولت جمهوری اسلامی پاکستان است، هیچ کس در این شک نداره. میزبان است، مهماندار است پاکستان به رهبری طالبا. و ای که چه قسم رفته برای قطر جناب ملا برادر، خوب از هر زمینه که برشان مساعد شده به خاطر است که اونجا تسهیلگری شود، زمینه سازی شود، مذاکرات آغاز شود. اما ای که پیشتر باز به صحبت سوال شما که از جناب صمد صب کردین میایم، ای که هیچ افغان، هیچ کسی در هیچ جای نمیخواهد که خارجی تا آخر عمر امنیتشان را بگیره. به یک حالت ضرورت بوده که آمده شور امنیت سازمان ملل متحد به تقاضای افغانستان این تمدید کرده میره، و روزی که چون این چیز رفع شد پروسه صلح افغانستان پیشرفت داشت. بدون شک به شمول ما همگی افغان ها تشکری میکنیم از جامعه منطقه‌ای جهانی که آمدن در امنیت ما را گرفتن و میگه پس برین به خانه هایتان، خدا خیرتان بده. اما امروز ضرورت بوده نیروهای امنیتی ما با قوت شده رایستن و گام ها انجام شده رایستایی که آموزششان و مشاورت برشان و همکاری در این راستا برای نیروهای امنیتی ما قوی تر شود، چون ضرورت داریم که نیروهای ما با پای خود استاد شوند، که خوشبختانه امروز با پای خود استاد هستند و در خطوط اول هم نیروهای امنیتی ما هستند. ما می خواهیم که جنگی که در افغانستان تحمیلی است، جنگ های استخباراتی که است، اینا دفع شود، ختم شود، مردم افغانستان از کشتن یکی دیگر دم گرفته شود و یکی دیگر نکشند. تا کی ما باید کشته شویم؟ تا کی مسلمانان افغانستان باید رنج ببینند؟ زنان افغانستان باید درد دیده شوند، همیشه در گریان و در خفگی باشند؟ بحث اساسی ما آغاز مذاکرات صلح است که رهبری طالبا هم روی موضوع مکس داره و دولت افغانستان هم کار کرده رایستایی که به زودی شورای صلح میزبان هر دو طرف و مسابقه میانجی مذاکرات بین الافغانی باشه. بله. امیدوار هستیم به زودی آغاز شود. صلح آمدنی است، مذاکرات آغاز شدنی است امسال انشاءالله. اما بحث اساسی پایداری صلح است و تحکیم صلح است که مربوط به مردم افغانستان و سیستم های افغانستان میشه. کاملا روشن است که آقای طاهری بسیار خوشبین هستند به این روند مذاکرات. آقای صمد، آیا شما هم همینقدر خوشبین هستید؟ فکر میکنید که این مذاکرات داره به سمت خوبی میره؟ اگه کوتاه بگید ممنون میشم. بسیار محتاطانه و خوشبین هستم، چون یک فرصت است که تا به حال پیدا نشده بود. این فرصت که حالا به دست آمده که افغان ها بتوانند که کارهای خود جمع جور کنند و حتی همین موضوع پاکستان هم ایجاب میکنه که افغان ها یک دست باشند، دست محکم باشند، مشت آهنین باشند و وحدت فکری و سیاسی داشته باشند. وقتی که اینطور یک کاری صورت بگیره، من فکر میکنم که میتونم با هر نوع چالش دست پنجه نرم کنند، به شمول گرایش هایی که در منطقه وجود داره که پاکستان یک رکن عمده از او است، و آینده را بتونن خودشان ترسیم کنن، آینده را خودشان نقاشی بکنن. این آرزوی ماست، ولی در این قسمت باید کار صورت بگیره که کار اساسی باشه، فراگیر باشه، همه شمول باشه و در یک استراتژی و یک تدبیر در خود داشته باشه. متشکرم آقای صمد، آقای طاهری و خانم سراج، متشکرم که در این بحث با ما شرکت کردید. و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما در دسترس شماست، bbcpersian.com/2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد تماشا کنید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpersian2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست صفحه 2 بشید. برنامه رو میتونید در فیسبوک ما هم ببینید، facebook.com/bbcpage2. اونجا میتونید نظراتتون رو هم بنویسید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.
موسیقی